ای طبیب روحم، ای عیسی نفس، منجیم آزاد کن مرغ از قفس. من اسیر رنج و مهنت بیقرار، سالها در جستجوی و انتظار. تو حبیب و یار و دمساز منی، میکنی آزاد من را از منی. آنچه را با کس نگویم بشنوی، آنچه میخواهد دلم خود آن شوی. من خودم را در تو پیدا می کنم، در هوایت بال و پر وا می کنم. دست من بگرفتی اندر عمق یأس، تا ثریا بوده ای ای هم نفس. خالقم را شاکرم در هر دمی، چون مرا داده است چون تو همدمی. با درود و سپاس، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی در تورنتو، در خدمت میهمان بسیار عزیز امروزمون، خانم شهرزاد نظمی، روانشناس شهر تورنتو هستیم. خانم نظمی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت هم شما، هم همه دوستانی که این برنامه رو میبینن، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم به همچنین. اگر که اجازه بدین، برنامه امروزمون رو، گفتگوی امروزمون رو با سوالی که در ارتباط با دوران کودکی و نوجوانی شما هست آغاز کنیم. خواهش میکنم. بله حتما. خب همونجور که شما گفتین، من شهرزاد نظمی هستم و دوران کودکیم رو به این صورت آغاز کردم که در واقع من فرزند دوم خانواده بودم و هستم، و قبل از من یک برادر بزرگتر دارم، و زمانی که من به دنیا آمدم تقریبا 2 سالم بود که پدر و مادر من از هم جدا شدن و هر کدومشون در واقع زندگی دیگه رو تشکیل دادن، و من و برادرم برای مدت طولانی پیش پدرم زندگی می کردیم، و بعد از اون هم در واقع در سنین فکر می کنم راهنمایی بود که تو در واقع در ایران، آره دیگه، در سنین راهنمایی بود که من رفتم پیش مادرم زندگی کردم، و از اونجا به بعد دیگه تقریبا همیشه خیلی بیشتر نزدیک به مادرم بودم، و البته خب پدرم رو هم میبینم، ولی خب در واقع محل زندگی زمانی بود که دیگه جایی بود که پیش مادرم زندگی میکردم، و در واقع دوران دبیرستانم رو در رشته ریاضی فیزیک تحصیل کردم و دیپلمم رو در این رشته در واقع گرفتم، و با توجه به اینکه بسیار زیاد علاقه داشتم به رشته روانشناسی، تصمیم گرفتم با اینکه توی دانشگاه سراسری رشته خوبی رو قبول شده بودم، ولی دانشگاه آزاد رو تصمیم گرفته بودم که روانشناسی شرکت کنم، و خیلی هم خوشحال شدم که قبول شدم و در واقع مسیر روانشناسی رو از اونجا شروع کردم. بسیار عالی، بهتون تبریک میگم که دنبال رشته‌ای که خودتون علاقه‌مند بودین رفتین و الان هم درش موفق هستین و شادید. پس در واقع مدرک روانشناسیتون رو از ایران گرفتی؟ بله، ولی من فکر میکنم که اینجا هم ادامه تحصیل دادین، درست میگم؟ بله، من زمانی که در ایران، وقتی که فارغ التحصیل شدم از دانشگاه آزاد در رشته روانشناسی بالینی در مقطع لیسانس، بعد از اون تحصیلم رو ادامه دادم در رشته Master of Business Administration MBA، البته یعنی همه به این اسم میشناسم و فکر میکنم اسم فارسی هم نداشته باشه تا اونجایی که من میدونم، و زمانی که و دلیل این که در واقع تصمیم گرفتم که از روانشناسی و از روانشناسی در واقع خود روانشناسی بالینی که بیشتر مربوط میشه به درمان اختلال‌های روانی، یه مقداری فاصله بگیرم و برم توی حوزه بیزینس، این بود که دوست داشتم که یک تلفیقی از
روانشناسی و بیزینس رو با هم داشته باشم و بیشتر هم در روانشناسی کار فعالیت کردم و این شد که یعنی تا زمانی که در ایران بودم هم در واقع در زمینه منابع انسانی و طراحی تقریبا یعنی آخرین جایی که کار میکردم یک دانشگاهی بود که دانشگاه MIT و من اونجا تقریبا 160 تا شرح شغل تعریف کردم با توجه به شخصیت‌های افراد مختلفی که قرار بود توی اون حوزه در واقع کاری مشغول به کار بشن. در فکر میکنم حالا اسمش هم الان اینجا بگم، اون دانشگاه داشت در واقع طراحی شغل میکرد برای یکی از بزرگترین شاپینگ مال های خاورمیانه که در حال حاضر ایران مال هست و شاید حالا شما هم اسمش شنیده باشین در ایران. و من اونجا آخرین جایی بود که در واقع حدود 5 سال پیش کار کردم و بعد مهاجرت کردم اومدم به کانادا و اینجا هم تحصیلم رو در رشته روانشناسی رفتار ادامه دادم و همچنان در حال ادامه تحصیل هستم. بسیار عالی، بهتون تبریک میگم. اینجور که دارم بهتون گوش میدم پس در واقع روانشناسی علاقه شخصیتون بوده و 100%. شکل یه شغل شاید بهش زیاد نگاه نکنید، بیشتر علاقه مند بودین که این کار رو انجام بدین، درسته؟ بله بله، دقیقا همینطوره. یعنی من از روز اولی که انتخاب کردم این رشته رو دلیلم این بود که واقعا میخواستم دنبال علاقم باشم و البته که خب به هر حال یک چیز کاملا طبیعیه که وقتی که بچه ها در یک خانواده ای که پدر و مادر از هم جدا میشن قرار میگیرن، به هر حال آسیب هایی میبینن. یعنی هر چقدر هم که ساپورتیو باشن اون پدر و مادر، و که خوشبختانه پدر و مادر من هر جفتشون اینطور بودن، ولی به هر حال یک بگونه ای در واقع یه جای خالی همیشه در زندگی بچه ها میمونه و من فکر میکنم که شاید یکی، یعنی شاید میتونم بگم بعد از علاقه دومین دلیلم این بود که همیشه میخواستم در واقع تجربه خودم رو شیر کنم با آدم های دیگهی که اگر در این شرایط قرار میگیرن، بچه های دیگهی که در این شرایط قرار میگیرن، یا پدر مادرهایی که در واقع حالا در این شرایط قرار میگیرن، بتونم که کمک کنم و چه از نظر فکری و چه از نظر در واقع در اختیار گذاشتن تجاربم و بتونم که در واقع تو مسیر روانشناسی فقط یک شخصی نباشم که تحصیلاتم در این زمینه بوده، بلکه تجربه هم داشتم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از پاسخ جامعی که دادی در این ارتباط. خیلی مهمه که به علاقه شخصیتون رفتین و همواره موفق هم هستین. در ارتباط با این که خب روانشناسی شاخه ها و حوزه های متفاوت و بسیاری داره، شما در حال حاضر در چه حوزه‌ای مشغول به فعالیت هستین؟ رشته ای که در واقع من در حال حاضر دارم توش تحصیل میکنم بیهیویرال سایکولوژی هستش و علم رفتار در واقع میتونم به فارسی ترجمهش بکنم. چه بسا که ما در روانشناسی وقتی در حوزه های مختلف در واقع بخوایم فعالیت بکنیم، در نهایت اون چیزی که همیشه مراجعین از ما میخوان اینه که تغییر رو به راحتی بتونن ببینن در زندگیشون. یعنی یک در واقع از ما خواستهشون، از یک روانشناس خواستهشون اینه که تغییر رو ببینن و بتونن قابل در واقع قابل اندازه‌گیری باشه و علم روانشناسی رفتار این ویژگی رو داره، برخلاف اپروچ‌های دیگه‌ای که در روانشناسی وجود داره. خب بیهیویرال سایکولوژی چون در مورد رفتار صحبت می‌کنه، بنابراین میتونه که در واقع تولزای خوبی رو در اختیار مراجعین قرار میده که بتونن تغییر رو در رفتار خودشون ببینن و منیج بکنن. و خیلی تخصصی تر دارم روی حوزه در واقع آتیزم فعالیت میکنم در حال حاضر، یعنی ریسرچم تو حوزه پرنتینگ و آتیزم هستش و فعالیت کاریم هم در حال حاضر در تورنتو حدود 1 سال هستش که بنا به
حالا کار ریسرچی که دارم انجام میدم در واقع حوزه فعالیت هم تو همین زمینه هستش. بسیار عالی. خانم نظمی، به عنوان یک روانشناس اگر که بخواین پیشنهاد و یا توصیه ای به مخاطبان جوایز پارسی بفرمایید که چه زمانی زمان مناسبی هستش که به روانشناس مراجعه کنیم، چه میفرمایید؟ خواهش میکنم. سوال خیلی خوبیه این سوال. شاید بهتر باشه که تجربه شخصی خودم رو بگم اول. اینو بگم که من به عنوان خودم به عنوان در واقع یک روانشناس، اولین باری که به یک روانشناس مراجعه کردم سال دوم دانشگاه بودم و وقتی که رفتم در اتاق مشاوره، ما خود دانشگاه در واقع این فرصت رو برای دانشجوهاش در اختیارشون قرار میداد که بتونن به روانشناس داخل خود همون دانشگاه مراجعه کنن و از شانس من روانشناسی که بهشون مراجعه کردم استاد خودم بودن و هیچ وقت یادم نمیره وقتی که من در اتاق باز کردم رفتم توی اتاق، وقتی که ایشون منو دید گفتش که شهرزاد تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که خب منم اومدم برای مشاوره، اصولا آدم ها اینجا میان برای مشاوره. گفت آره میدونم ولی برام جالبه که تو که همیشه صدای خنده ها توی راه روی دانشگاه میاد، چه دلیلی میتونسته داشته باشه که تصمیم گرفتی که به مشاور در واقع مراجعه بکنی؟ و خب حالا اون دوران گذشت و میخوام بگم که همه افراد در زندگیشون فارغ از این که چند سالشون باشه، فارغ از این که جنسیتشون چی باشه، واقعا احتیاج دارن مثل یک فامیلی داکتر که ما حالا اینجا توی تورنتو میبینیم، همه افراد برای خودشون یک فیزیشن دارن. من واقعا عقیدم این هست که همه افراد نیاز به یک روانشناس در زندگیشون دارن و میتونم بگم که نمیخوام زمان بگم که کی به در واقع در چه بازه زمانی احتیاج هست که بهش مراجعه بکنن، اما پیشنهاد من اینه که حداقل هر 3 ماه یه بار حتما به یک روانشناس مراجعه بکنن. بسیار عالی، خیلی هم متشکرم. پس در واقع به مشاوره های طولانی بیشتر نظر مثبت یک روانشناس داره و همچنین شما تا مشاوره های کوتاه، درست میگم؟ خدمتتون عرض کنم بستگی واقعا به اون موضوع و اون سابجکتی داره که یک مراجعه تصمیم میگیره که به یک مشاور مراجعه بکنه و در و از طرفی هم اپروچی که روانشناس در واقع در نظر میگیره برای کار مشاورش تاثیرگذار هستش در این تصمیم. چه بسا که اکثر رفتار درمانگرها تقریبا بین 5 تا 10 جلسه مشاوره در نظر میگیرن برای تنها یک مشکل و یک مسئله‌ای که مطرح میشه بین مشاور و مراجع، و بعد از اون دیگه در واقع تصمیم مشترکیه که بین روانشناس و مشاور گرفته میشه که بخوان در واقع جلساتشون رو هر چند وقت یه بار با هم داشته باشن، ولی دیگه در واقع به صورت اجباری نیست که حتما باید بعد از حل در واقع رسیدگی کردن به اون مشکلی که مراجعه براش اومده پیش مشاور لازم باشه که هر هفته همدیگر رو ببینن. اما خب در اپروچ های دیگه روانشناسی و مشاوره ما داریم که گاهن حتی 1 سال هم دوران مشاوره طول میکشه، ولی در کل واقعا بستگی داره به این که اون مراجع وقتی که تصمیم میگیره بیاد پیش مشاور در واقع میخواد که چه نتیجه‌ای بگیره، آیا کوتاه مدت میخواد نتیجه بگیره یا اینکه تصمیمش هست که در دراز مدت ارتباطش رو نگه داره با روانشناسش. بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر که بخواین در ارتباط با معیاری که هر کسی باید داشته باشه برای انتخاب مشاور و روانشناس درست نکاتی رو بفرمایید، چه نکاتی هستش؟ خدمتتون عرض کنم که به هر حال روانشناسی هم مثل سایر رشته‌های در واقع پزشکی
یک هیته ای هست که به هر حال یک سری افراد بر حسب اتفاق درش قرار میگیرن و اون راه رو ادامه میدن و یک سری افراد هم بر حسب علاقه شون در این رشته قرار در واقع این رشته رو انتخاب میکنن و ادامه میدن. و چرا حالا اینو مطرح کردم؟ اینه که خب به هر حال حتما شما هم خاطرتون هست که در قدیم میگفتن همه پدر مادرها تو خانواده ها میگفتن بچه های ما یا باید دکتر بشن یا مهندس. و این باعث میشد که بعضی افراد واقعا توی یک رشته هم قرار بگیرن ولی اونجوری علاقمند نباشن و بنابراین نتونن یک خدمت مناسب هم ارائه بدن به مراجعینشون. حالا در مورد روانشناسان من صحبت میکنم بیشتر. بنابراین میخوام بگم که کاملا طبیعیه که اگر شما پیش به یک مراجع به یک مشاور در واقع مراجعه بکنید و بعد از گذشتن 2 یا 3 جلسه احساس بکنید که اون ارتباطی که شما به دنبالش هستین بین شما و اون مشاورتون برقرار نشده و تصمیم بگیرین که مشاورتون رو تغییر بدین و این کاملا در واقع طبیعی هستش و خیلی وقتا ممکن اتفاق بیفته. اینو اینجا مطرح کردم بیشتر به خاطر اینکه خیلی وقتا آدم ها وقتی که مراجعه میکنن به یه مشاور بعد از 2-3 جلسه با خودشون میگن که نه خب این ما از مشاورها خیلی چیزی ندیدیم یا نمیشه یا اصلا ارتباط اون برقرار نشد. بنابراین میخوام بگم که یعنی هیچ اشکالی نداره، همونجور که شما ممکنه که فرضاً پیش یک دکتر پوست برید مثلا 2-3 سال هم حتی پیشش برید یا چندین جلسه برید ولی بعد پیش یک دکتر پوست دیگه ای برید، در واقع روانشناس هم همینطوره. ممکنه که شما با یک ارتباط مناسب و خوبی برقرار بکنید با یک روانشناس و احساس بکنید که در مسیری هستین که به مشکلتون داره اشاره میشه و ممکنه هم هست که این اتفاق نیفته. معیار به خصوصی که بخوام بگم شما باید داشته باشین واقعا همون ریسرچ کردن و مطالعه کردن در مورد بک‌گراند اون مشاور یا روانشناس هستش برای انتخاب. درسته، خیلی متشکرم. همینجور که صحبت می‌کردین چون خیلی واضح و به هر حال زبان مادری فارسی دارین تمام نکات رو شفاف توضیح میدین، این سوال برام پیش میاد که کاملا دارم تلاشمو میکنم که حد الامکان همه کلمه ها کاملا فارسی باشه. بسیار عالی، اینو کاملا متوجه شدم. مشکلی که هستش خصوصا برای مهاجرین حالا در کشور کانادا یا امریکای شمالی اینه که بسیاری از ایرانیان خب ایمیگرنتس هستن و خیلی مسئله شاید داشته باشن با فرزندانشون. میشنویم و میبینیم که به روانشناس هایی که خب زبان فارسی رو نمیدونن، بک‌گراند های مختلفی دارن، مراجعه میکنن. نظر شما چی هستش یا چه توصیه ای رو دارین برای افرادی که واقعا باید انتخاب درست داشته باشن برای مشاورشون؟ بله، واقعا خیلی نکته مهمیه برای افراد، یعنی در واقع برای مراجعین بسیار مهمه که به یک مشاور و به یک روانشناسی در واقع مراجعه بکنن که از فرهنگ خودشون باشه. ما یک مدلی در واقع درمان داریم در مشاوره که بهش میگیم بایو سایکو سوشال مدل. حالا اگه بخوام اینو فارسیشو بگم میشه، یعنی در واقع و اگر خیلی سخت فارسی شو اگه بخوام همین الان ترجمه، آره، ولی کلیتش رو اگه بخوام بگم اینه که شما باید یک مراجع رو در کل ببینید و بتونید که بهش ارائه خدمت بکنید در واقع. بنابراین خیلی مهمه که من یک شناختی نسبت به کالچر فرهنگ در واقع یک شناختی نسبت به فرهنگ مراجعم داشته باشم که بتونم درکش کنم، درست مثل اون شعری که شما اول برنامه خوندین و چقدرم واقعا زیبا بود، دقیقا همون مفهوم
شعر شما در واقع رابطه بین یک مراجع و مشاورش هستش، یعنی باید انقدر این ارتباط نزدیک باشه که مراجع واقعا احساس بکنه که هیچ کسی در این دنیا بهتر از این مشاور اون رو نخواهد فهمید و هیچ کسی بیشتر از ایشون نمیتونه بهش کمک بکنه. و این از کجا میاد؟ این از اونجایی میاد که وقتی من به عنوان مراجع احساس بکنم واقعا حتی تون صدای من رو در واقع مشاورم متوجه میشه، درکش میکنه و اون دیالوگ هایی که مطرح میشه بین من و مشاورم در واقع دیالوگ هایی هست که هر دو به یک زبانه و هر دو یک بک‌گراند پشتشون وجود داره. بنابراین خیلی مهمه و من واقعا توصیه میکنم که گذشته از این که حتی اگر که فرضاً زبان انگلیسی افراد هم خوب هستش و مشکلی حتی از نظر در واقع صحبت انگلیسی کردن ندارن، ولی باز هم من توصیه میکنم که واقعا به یک مشاور و به یک روانشناسی که آشنا به فرهنگ خودشون هست مراجعه بکنن در وهله اول. درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله دقیقا همین تفاوت کالچر و فرهنگ یکی از مسائلیه که خب هر چقدر هم که زبان رو بدونن، یعنی که اینجا اصلا به دنیا آمده باشن، ولی اون کمکی که میتونن از هم زبان خودشون بگیرن و نمیتونن از زبان دیگری بگیرن با بک‌گراند های مختلف. ممنونم از پاسخی که دادین. اگر که ما بخوایم خانم نظمی رو ازش بپرسیم که آیا به گل‌هایی که در زندگی داشتین رسیدید و یا ده سال دیگه در واقع به چه مقطعی دوست دارین برسین؟ هدفتون چی هستش؟ چی خانم نظمی رو اصلا خوشحال میکنه؟ واقعا روانشناسی و در واقع دنبال کردن این رشته در زندگی من از ابتدا به عنوان یک هدف دیده شد و هیچ وقت اینجوری نبود که در واقع یک مقطع خاصی من برسم از تحصیلات و فکر کنم که خب به هدفم رسیدم و دیگه حالا میتونم در واقع خب حالا برم تو جامعه و فقط کار بکنم، چرا که دیگه اون تایتل روانشناس رو دارم و میتونم فقط کار بکنم. هیچ وقت در زندگی برای من این نبود. همیشه روانشناسی و تحصیل در واقع در این رشته هیچ وقت در واقع هدف نبود، مسیر بود برای من همیشه. که من از این مسیر همیشه لذت بردم و لذت هم میبرم. چه بسا که وقتی که 5 سال پیش وقتی اومدیم مهاجرت کردیم، من به همراه همسرم مهاجرت کردیم به کانادا، من اولین چیزی که اینجا باهاش مواجه شدم در واقع از اطرافیان و دوستانی که اینجا حالا بیشتر از ما زندگی میکردن، سالیان طولانی تری بود که زندگی میکردن، این بود که میگفتن خب روانشناسی برای تو در این کشور خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود، چرا که زبان اول تو زبان انگلیسی نیست. و خب شاید واقعا حدوداً 3 سال برای من زمان برد تا اینکه خودم رو آماده بکنم برای اینکه دوباره برگردم به همون در واقع هدفی که داشتم در زندگی و دنبال کردن این رشته و تحصیل کردن در این رشته بود. و به همون دلیل هم میتونم الان بگم که روانشناسی برای من هیچ وقت تنها یک هدف نبوده، بلکه یک مسیر بوده و خواهد بود در آینده. هیچ وقت در واقع دنبال این نبودم که قطعا فقط مثلا یک مقطع تحصیلی، حالا فرضاً مستر باشه یا دکترا باشه، یا فکر بکنم که خب حالا الان من باید حتما این دکترا رو بگیرم و دیگه تموم بشه. هیچ وقت اینجوری بهش نگاه نکردم و حقیقتا هم هیچ وقت برام مطرح نبود که بگم خب فرضاً این مدرک تحصیلی رو دارم، اینو دارم یا فلان مثلا سرتیفیکیت رو دارم. اینا از مسیری که همیشه رفتم لذت بردم و فکر میکنم تا آخر عمرم هم تو همین مسیر قرار خواهم گرفت، در واقع میمونم. چقدر عالی، خوشحالم که میشنوم. موفق باشین واقعا. اگر که خانم نظمی ما، روانشناس جوان ما، بخواد به دانشجویان یا به هر حال جوانانی که میخوان به این رشته
رجوع کنن و بله. برای تحصیلات خودشون این رشته رو انتخاب کنن، چه توصیه‌ای میکنه؟ واقعا میگم که باید دنبال علاقه باشین، باید دنبال این، واقعا یک شعار نیست، انقدر زیاد شنیدیمش که شاید به شکل ما فکر کنیم که بیشتر شبیه یک شعاره، ولی در واقعیت حتی علم روانشناسی هم ثابت کرده امروز که ما هر آن چیزی رو که با علاقه دنبال بکنیم و در واقع پشنت باشیم نسبت بهش، حتما لذت میبریم ازش و خودمون رو همیشه درگیر اون ماجرا، درگیر اون در واقع رشته یا اون هیته کاری میکنیم، به جای اینکه فقط اون رو به عنوان یک هدف ببینیم، در واقع یک مسیر میبینیمش. و واقعا توصیه‌ام این هست به همه دوستان یا همه جوانایی که تصمیم میگیرن توی این رشته تحصیل بکنن، اینه که از ابتداش در واقع مطالعه رو در کنار مطالعات دانشگاهیتون همیشه داشته باشین، یعنی مطالعه جدیدترین مقاله ها بسیار تأثیر گذاره در دیدگاه ها، در مسیری که یک روانشناس داره طی میکنه. من میتونم واقعا خودم بگم بهتون که اگر من حداقلش اینه، گاهن شده بیشترم بوده، حداقل من باید روزی یه دونه مقاله جدید بخونم تو رشته خودم، در حوزه کار خودم، که احساس بکنم خب امروز یک چیز جدیدی یاد گرفتم و باید آپدیت باشم. بنابراین بهترین توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که واقعا آپدیت باشی. بسیار عالی، خیلی متشکرم. در انتها اگر که سوالی هست که من از شما نپرسیدم و با توجه بر این که من در همینجا همینجور که شما صحبت میکردیم بسیار علاقمند هستم که شما رو به میزه گردهای روانشناسی و مهاجرت با دوستان دیگر دعوت کنیم و در خدمتتون باشیم در جوایز پارسی، ولی اگر سوالی هست که من نپرسیدم در اینجا شما بفرمایید که ما خوشحال بشیم. خودتون اگه مولی هست خواهش میکنم. این که واقعا لطف شماست و انقدر من خودم لذت بردم از مصاحبت با شما که واقعا باعث افتخار من خواهد بود که در آینده هم در خدمت شما و میهمانان دیگه این برنامه باشم و فکر میکنم که واقعا شما همه سوالهای جامع و کاملی که پرسیدین گویای در واقع همه اون چیزی باشه که فکر میکنم خوبه که در میون گذاشته باشه با هر کسی که علاقمند هست به رشته روانشناسی و یا اینکه حتی علاقمند هست به اینکه بخواد به یک مشاور یا یک روانشناس مراجعه بکنه. بنابراین من واقعا از شما تشکر میکنم برای همه سوالهای جامع و کاملی که پرسیدین و امیدوارم من هم تونسته باشم جواب در واقع مفیدی رو داده باشم براشون. سپاسگزارم، خیلی متشکرم. بله، جوابایی که دادین، پاسخهایی رو که گفتید تمام جامع و کامل بود. بی‌صبرانه منتظر میزه گردها با شما هستم و از مخاطبان جوایز پارسی اگر اجازه بدین در همین جا خداحافظی کنیم. سپاسگزارم از شما، ممنونم. شاد و پایدار باشید. ممنونم.